سلام، خوبین؟ من شقایقم، یکی از اعضای کلاکت. امروز اومدیم با هم برنامه تراسگپ رو شروع کنیم. برنامه تراسگپ اینطوریه که به میزبانی منه و توی هر اپیزود ما یکی از اعضا رو میاریم که باهاش گپ بزنیم. راجب چی؟ راجب یکی از دغدغه‌های کاری. و ایدش هم این شکلی شروع شد و شکل گرفت که من نگاه میکردم هر روز بچه‌ها که میمدن تو تراس با هم دیگه صحبت میکردن، راجب یه موضوع جالب با هم دیگه حرف میزدن و دیدم که میتونیم اینو بیاریم تو قالب برنامه. امروز حالا اومدیم با نفیسه راجب پی ام اس حرف بزنیم. میدونم الان میگین وای پی ام اس همه جا دیگه پر شده، ولی این سری میخوایم از یه دید دیگه ای بهش نگاه کنیم. میخوایم راجب پی ام اس توی محل کار حرف بزنیم و ببینیم که چه تأثیری میذاره روی بازدهی کاری ما. حالا نفیسه، تو راجب پی ام اس به همون یه توضیح کوچیکی بده. حالا قبلش هم میخوام یه عذرخواهی بکنم، چون ما داریم برنامه رو توی تراس ضبط میکنیم و ایده برنامه‌مون از تراس گپ بوده، اگه صدای محیط خیلی اذیتتون کرد من پیشاپیش عذرخواهی میکنم ازتون. سلام، منم نفیسم، اولی مهمون شقایق توی برنامه تراس گپ، یکی از اعضای کلاکت هم دیگه کاملا مشهوده این قضیه. بفرم. اول یه توضیح خیلی کوتاهی راجب پی ام اس بدم. دیگه همه هم میدونیم که بازه قبل از دوران پریودی میشه پی ام اس، یعنی بازه 5 الی 10 روز قبل از شروع پریودی. حالا تو این بازه یه سری تغییرات توی خلق و خو داریم ما خانوما. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه اگه شما یه افسردگی بیسیک داشته باشین تو این دوره تشدید میشه، یا دوست دارین چیزای خوشمزه بخورین، پرخوری میگیرین و خیلی اتفاقای دیگه واسه هم میفته. حالا من میخوام از نفیسه این سوال بپرسم، ببینم که این تغییرات خلق و خو توی کار تو، چه به عنوان ترافیک مجموعه کلاکت، حالا چه به عنوان کسی که یه کاریو داره انجام میده، چه تأثیری میذاره رو کار تو پی ام اس؟ من اون تایمی که توی پی ام اس هم تقریبا بین 7 تا 5 روز قبل از پریوده و من خیلی واقعا خلق و خویم عوض میشه، اینجوری که حتی نفس کشیدن یک سری از آدما کنارم باعث اذیت و آزارم میشه. دوست دارم تنها باشم، حتی خیلی پرخور میشم، مخصوصا شیرینیجات، یعنی سمت شیرینیجات خیلی میرم. دردش هم که کلن تون 7 روز همش همراه همه، چون به هر حال داره یه آلارمی به هم میده که داری پریود میشی، داره شروع میشه این قضیه. میگم آدمی میشم که دوست داره تنها باشه، کسی دورش نباشه، واقعا زیر فشار قرار میگیرم، انگار همه اتفاقات قبل از اون 7 روز تو پروژه هم داشته باشی، کارهای سنگین توی این روزها خیلی برای آقایون یا بعضی از خانوما جا افتاده که وقتی طرف میگه مثلا من پی ام اسم و نزدیک پریودم، میدونن که چه جوری باید باهاش برخورد کنن و خدا رو شکر این اتفاق افتاده و یه خورده حجم کاریه شاید زیاد باشه، ولی با درک اینکه مثلا نفیسه الان حالش خوب نیست، حوصله نداره، بهتر این روند پیش میره. حداقل فلکسیبل‌تر میشه. آره، حداقل من تو این 7 ماه که الان توی کلاکت دارم کار میکنم خیلی تو اون بازه زمانی پی ام اس هم اذیت نشدم. حالا فشارهای کاری که هست، خب ما تو حالا کلاکت یه ذره چون کلاینتامون زیاده ممکنه هر روز از چند جهت فشار کاریمون بیاد و خب ما اینو طبیعتا رو تو بیشتر احساس، یعنی احساس میکنیم، چون تو مستقیما با همه بچه ها در ارتباطی، ماها با تیم خودمون در ارتباطیم، ولی خب بعضی هستن شغلشون اینجوریه که با همه اعضای شرکتشون یا سازمانشون در ارتباطن، یا بعضی که تو امور مشتریانن، فکر کن مثلا یارو زنگ میزنه عصبانیه یا مثلا میخواد از یه چیزی گله کنه، بعد تو هم تو اون دوران پی ام اس یا تو دوران پریودی خودت هم عصبی، بعد اونم عصبیه، یه چیز خیلی افتضاحیه و من واقعا اینو درک میکنم. یعنی خودم هم اینجوری هم که به قول نفیسه هر کی نفس میکشه کنارم میره رو مخم واقعا. البته 80% خانوما
به PMS مبتلان، همه خانوما این احساس رو ندارن. اغلب یه سوال دیگه که داشتم از نفیسه اینه که تو اون بازه‌ای که PMSی و میدونی که خب دیگه الان چند روز دیگه هم پریودیم شروع میشه، این 4-5 روز اینجا، 7 روز هم اونجا، 10 روز عملا ممکنه تو بازدهی و راندمان کاریت بیاد پایین و اینو خودت میدونی. اون اصطلاحی که همه میگن و یه ذره هم رو مخ خیلی هم قشنگ نیست، میان شوخی میکنن میگن مگه پریودی، این خیلی جمله بدی. خیلی میخوام ببینم که تو این جمله رو شنیدی و چه تأثیری میذاره روت این جمله. اولاش خب خیلی برام سخت بود چون که اونقدری واسه همه عادی نبود این قضیه، ولی از یه جایی به بعد اینطوری بودش که منتظر نبودم طرف مقابلم بخواد این جمله رو با لحنی که دوست ندارم بگه. اینجوری هم که تو اون دوران که PMS هم و خیلی شدیده، برمیگردم قبل، یعنی قبل از اینکه طرف پیش قدم بشه صحبت کنه، من بهش میگم ببین من توی دوران PMS هم هستم و حوصله ندارم، ناراحت میشم سری، اگر چیزی هست قراره اینا رو بر من تشدید کنه بهم نگو، یعنی قشنگ این حالتی میتونم بیانش بکنم. و یه جاهایی هم بعضی قبول کنیم سوء استفاده میکنن از این جریان. یعنی مثلا یکی رو میبینی، ما تمام قد تو این برنامه داریم حمایت میکنیم و داریم سایت خودمون رو نشون میدیم که این یه چیز عادیه و باید درک بشه، ولی میخوام اینو بگم که از یه جهات میبینی بعضی ها سوء استفاده میکنن، یارو نمیخواد تسکشو انجام بده یا از تسکشو انجام نداده، یهو میگه که آره من پریودم، حالا پریودم نیستا، یا اصلا میبینی PMS هم نیستا، اینو بهونه میکنه تا از زیر کارش در بره. میخوام بگم که از یه سایدی هم هست که بعضی از اون وره بوم میفتن و اینو بهونه میکنن و جوری میشه که این تبدیل میشه به یه معضل جهانی، اتفاق جهانی. یهو میبینیم مثلا یه موجی تو توییتر را میفته، همه راجع به PMS حرف میزنن، همه راجع به توییتر حرف میزنن، در صورتی که چیزی که واقعا همه ما بهش احتیاج داریم، فکرم تا ما هم نظری، اینه که واقعا به چشم اتفاق عادی بهش نگاه بشه، نه بولتر نه کم رنگتر. آخه ببین واقعا جز روتینه، چون که ما خانوم ها از 30 روز یک ماه 14 روزشو نیستیم، بخوام بیشترین بازشو بگم 7 روزشو، یه نرمال ترین 7 روزشو PMS، 7 روزش هم دیگه درد پریودی داره و این تنها برای خانوم ها هم نیست، چون یک روزهایی از ما آقایون هم دوچار این اتفاق براشون میفته و متقابلا باید درک کنیم تا درک بشیم. از نظر من راجبه اون تیکه که یه سری مثلا میگه ای من PMS هم این تسکم رو انجام نمیدم، من الان دیگه کارم دستم اومده و میدونم هر کی PMSش چطوریه، حداقل شما چند نفر که دیگه با تو خیلی بیشتر ارتباط دارم، اگه مثلا ببینم یه خورده داره کج میگه یا الکی میگه از زیر کار در بره، خشه متوجه این قضیه میشم، خدا رو شکر این از دست من در نمیره، خدا رو همکار زرنگ. آره میخواستم این نکته رو هم بگم و میخواستم از یه ساید دیگه هم نگاه کنم، چون من خیلی دیدم آقایون یا اونایی که تو محل کارن یا ها اینجوری هن که ای بابا این باز پریود شد، ای بابا این باز PMS شد، ای بابا چقدر شما ادا داری، قشنگه با لحن خودشون دارم میگم ما. ولی واقعا بیاییم به این بچه چیز عادی نگاه کنیم، یه اتفاق واقعا طبیعی نگاه کنیم بهش. ولی واقعا برای مثلا یکی مثل من بخوام بگم، من اون 2-3 روز اول پریودی اصلا اینجوری هم که واقعا از شما از شدت حجم درد باید سعی کنی که خودتو کنترل کنی، بعد سعی کنی که تازه روی کارم تمرکز کنی، یعنی از چند جهت باید خودتو کنترل کنی، بعد یهو یکی از بیرون بیاد یک چیزی به آدم بگه، واقعا دیگه اون خیلی غیر قابل تحمل میشه و باعث میشه که خب آدم پرخاشگری بکنه، یه سری رفتار داشته باشه که دست خودش نیست، بعدم بعد اسفای کنه. آره بعدم بعد اسفای کنه که ببخشید من پریود دیدم، ولی در کل این چیزیه که به قول نفیسه باید درک بشیم و درک کنیم، یعنی یه چیز کاملا متقابلیه. حالا با علیرضا هم راجع به PMS مردم حرف میزنیم. مرسی نفیسه. خواهش میکنم. حالا با علیرضا میخوایم یه ذره جزئی تر حرف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی هم میخوام راجع به PMS مردانه صحبت کنم که بهش میگن IMS. خب
که همون علائم رو داره و همون تغییرات هورمونی، فقط نمودش متفاوته و اسمش متفاوته. و یه چیزی که هست اینه که بازی خاصی نداره، روز خاصی نداره و ممکنه یه روزایی داون باشی، یه روزایی آب باشی. و علائمش هم خستگیه، تغییر تو خلق و خوه، کاهش اعتماد به نفسه، حوصله نداشتن، افسردگی گاهن توی مردا اگه تو بیسیک افسردگی داشته باشی. حالا میخوام از علیرضا اینو بپرسم، PMS آقایون شدیدتره یا خانوما؟ سلام، حالتون چطوره؟ PMS آقایون رو خب تجربه کردم، ولی PMS خانوما رو تجربه نکردم. ولی فکر میکنم مال خانوما به خاطر اینکه فشار جسمی بیشتری نسبت به PMS آقایون داره، دردناکتر و سخت‌تر میشه. ولی مال آقایون بیشتر ذهنیه، یعنی بیشتر عصبی شدن، خسته شدن، افتادن انرژی و اینجور حرف هاست. ولی خب برای خانوما درده جسمی اینا هم داره دیگه، ولی برای آقایون طوری نیست. بعد یه چیز دیگه، حالا اگر تو زمانی که این علائم رو داری و این نشونه ها رو داری و سراغت میان، چقدر IMS روی بازدهی کاری تأثیر میذاره یا روی روند کاری یا روی کارهای روزمره تأثیر میذاره؟ روی روند کاریم خیلی تأثیر میذاره. یعنی روزایی که حالم خوب نیست و همین IMS هم که تو میگی که من الان تازه شنیدمش، خیلی رو روندم تأثیر میذاره و کارایی و بهره‌وریم خیلی میاد پایین. یعنی اگه مثلا جلوم یه تایملاین باشه که در حالت عادی بتونمش مثلا دو روزه جمع کنم یا حتی یه روزه جمعش بکنم، ممکنه حتی یه هفته طول بکشه، چون اصلا تمرکز لازمو ندارم، اصلا دل و دماغش ندارم. یعنی برو بابا، یعنی روزایی که دل و دماغش نیست IMS هم به قول تو خیلی کارایی میاد پایین. حالا شده که مثلا زمانی که IMS وقتی نفیسه یا یکی از بچه‌ها، حالا ترجیحاً دخترها، که میان بهت یه تسکیو میگن یا تسکیو یادآوری میکنن و ممکنه که تو حوصله نداشته باشی و چون تو اون بازم هستی رفتار خوبی نداشته باشی، میگی که نه مثلا فلان کارو انجام ندم، یا نه میای توضیح میدی که میگی که ببین من IMS ام و مثل تو توی این بازه قرار دارم و ممکنه حالم خوب نباشه، به خاطر همین مثلا کارمو یک روز دیرتر انجام میدم. این سوال خیلی باحالیه، به خاطر این باحاله که PMS یا مثلا دوره پریود برای دخترها و خانوما خیلی تعریف شده و جا افتاده است، حداقل الان برای هممون. ولی به قولتون IMS برای مردا جا افتاده نیست. یعنی یه بای مردی یه همچین رفتاری ازش ببینیم که چته چقدر بد برخورد میکنی. یعنی اون پس زن مثلا اگه من با تو بیام حرف بزنم و مثلا تو یه ریاکشن بد داشته باشی، پس ذهنم اینه که اوکی ممکنه PMS یا پریود باشه و اوکی هندلش کن. ولی برای مردا این شکلی نیست. یعنی یه همچین رفتاری باهاش بشه میگن چقدر گنده دماغه، چقدر بد حرف میزنه. برای مرد این شکلی نیست و از این جهت خب برای مرد سخت‌تر میکنه قضیه، چون درکی از اون طرف براشون وجود نداره. ولی من همیشه سعی کردم که تو رفتارم با بقیه رو کنترلش بکنم. اگرم که اتفاق افتاده و بد رفتاری کردم، ترش بودم و اینجور چیزا، چه گفتم بچه حالم خوب نیست، نمیدونستم IMS‌ام، گفتم الان حالم خوب نیست، فردا حرف میزنی، بذار 5 دقیقه دیگه میام پیشه. سعی کردم که مثلا آدم ترش رو بد اخلاقی نباشم، ولی نمیدونم چرا موفق شدم. خیلی هم مهربونی. ولی من توصیه میکنم که از این به بعد، یعنی هم علیرضا هم بقیه آقایون یا پسرایی که تو محیط کاری هستن که با خانوما در ارتباطن، وقتی که شما بیاین اینو توضیح بدین، این فرهنگ جا میفته که آقایون هم ممکنه تو این دوره باشن، آقایون هم ممکنه خلق و خوشون تغییر بکنه، ممکنه که یه رفتارای عجیبی داشته باشن مثل ما، ممکنه که اصلا حال نداشته باشن، حوصله نداشته باشن. و کاملا اینم مثل PMS و پریودی که داریم طبیعی جلوش میدیم و میگیم که آقا این یه اتفاق کاملا طبیعیه، یعنی یه چیزیه که تغییر هورمون توی بدن اتفاق میفته و خب این تاثیر میذاره رو کارهای روزمره، رفتارهای روزمره. و من واقعا میخوام که اگه شما هم تو این دوره قرار میگیرین و آقا هستین، اینو توضیح بدین. اگر کسی ازتون میپرسه، من اگه حالا بعدا هندلش میکنیم، بعدا حلش میکنیم، بگی یه کلم از بگو که آقا منم IMS هم. من IMS من یک IMSی هم. آره، اینم توضیح بدین. خواستم از این سایدش هم نگاه بکنیم و از سمتی نگاه بکنیم که فقط خودمون رو نبینیم، فقط سوال خودمون رو نبینیم، طرف مقابل هم ببینیم. مرسی که توضیح دادی علیرضا، مرسی که اومدی با همون گپ زدی، حرف زدی و نظرتو گفتی. یادتون نره
حتما اگه ویدیو رو دیدین و حال کردین حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و کمک کنید که اپیزودهای بعدی رو هم بسازیم راجع به دغدغه‌های بیشتری صحبت کنیم. خدا نگهدار.